با بهترین و روشنترین درودها در دوشنبه شب میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی هفته را میگوشاییم با برنامه شامگاهی صفحه یک که بسان همه شب در طول هفته مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخواست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب دوشنبه 27 ماه مهر ایرانی اجرای طرح برجام و آغاز لغو تحریم ها علیه ملت ایران واکنش های جهانی به اجرای برجام با اظهار موضع مثبت جان وزیر خارجه آمریکا و هموند وزیر خارجه بریتانیا دو کشور تصمیم ساز جهانی همزمان با صدور دستور باراک اوباما برای لغو تحریم ها ادامه حملات همه هوایی روس ها علیه مواضع داعش در سوریه لحظه لحظه با جزئیاتی تازه از یک عملیات تروریستی نشناخته در شهرستان دسپول استان خوزستان که با تیراندازی به هیئت عزاداری منجر به مرگ دو شهروند دسفولی شد حضور جنجالی وزیر خارجه آلمان در ایران و بالاخره بروز بحران زیست محیطی مجدد در آسمان ایران این بار ظهور ریزگرد ها در آسمان کرمان اهم مطالب و موضوعاتی است که در برنامه امشب دوشنبه 27 مهر ماه ایرانی برابر با 19 اکتبر 2015 میلادی در طول 20 دقیقه از تلویزیون ایران فردا به سمع نظر شما میرسد همینک و در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه از ایران منطقه و جهان آغاز لغو تحریم های ایران بر صدر تمامی رسانه های داخلی و خارجی جای گرفت نخستان که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور آمادگی برای لغو و توقف اجرای تحریم های هسته ایران در روز اجرای این توافق را صادر کرده و اتحادیه اروپا هم برداشتن تحریم های ای را به تصویب رسانده است در واقع روز اجرای توافق روزی است که آژانس جهانی انرژی هسته‌ای ای تایید کند که ایران به تعهدات مقدماتی خود در مورد غنیسازی مواد غنی شده و تأسیسات عراق عمل کرده و همزمان تحریم های هسته ای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران عملا لغو یا متوقف شود در متن فرمان رئیس جمهوری آمریکا که دیروز یک شنبه 18 اکتبر منتشر شد از دولت این کشور خواسته شده که تمام اقدامات لازم برای اطمینان یافتن از اجرای موثر و سریع تعهدات آمریکا مندرج در برنامه جامعه اقدام مشترک بر اساس قوانین ایالات متحده انجام شود. اوباما روز یک شنبه در بیانیه ای از روز پذیرش توافق اتمی استقبال کرد ایشان گفت که امروز گام مهمی در جهت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و اطمینان از اینکه برنامه هسته این کشور منحصرا صلح آمیزه است برداشته شد و اما در سوی دیگر ماجرا جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در بیانیه گفت این روزی مهم برای همه ما و یک گام حیاتی اول در فرایند اطمینان از صلحآمیز بودن مقاصد برنامه اتمی ایران است در سلسله اظهار موازه مسئولین عالی رتبه اروپایی آمریکایی همان گونه که در صدر بازخانی خبرها نیز اشاره شد پیش در فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای یک شنبه را روزی مهم برای یک توافق تاریخی خواند که در آن برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام وارد مرحله اجرا نشود. و اما صدور بیانیه مشترک از سوی دو شخصیت اصلی و تأثیر گذار اجرایی شدن برجام در طول مذاکرات یعنی بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و موگرنی بر اساس گزارش های منتشر همزمان در بیانیه مشترکی که از سوی ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد دو طرف بر تعهد خود به اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک و رعایت زمانبندی آن تأکید کردند. در این بیانیه اشاره شد که اتحادیه اروپا چارچوب قانونی لازم برای رفع تحریم های هسته ایران را پذیرفته است و این تحریم ها در روز اجرای توافق همزمان با اجرای تعهدات ایران با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشته خواهد شد و اما میخوانیم و میکاویم موازه روزنامه های امروز تهران رو که بنابر نزدیکی این رسانه های چاپی به یکی از جریان های خاص سیاسی در کشور میتواند بیانگر دیدگاه و روی کرده سیاسی هر یک از این رسانه ها به تناسب دستندارکاران عالی رتبه نظام باشد. حسب انتظار عمده روزنامه های نزدیک به طیف تحول ایرانی که در کمپ عمدتا هاشمی و روحانی جای میگیرند با تیترهای برجسته تمامی صفحه نخست را به این موضوع اختصاص دادند و در عمده یادداشت های تحلیلی در ستون سرمقاله ها نیز به تحسین و ستایش این رویداد پرداختند روزنامه های همچون اعتماد ابتکار، روزان شرق و آفتابی است به موضوع مذکور از موضع مهر و ستایش نگریستند و با چیدمان تصاویر خبری و واژگان اصلی کوشیدند این پیروزی را نتیجه تلاش های تیم تکنوکرات های عهد و روحانی جلوه دهند در سوی دیگر اما چند روزنامه اصلی کمپ اصولگرایان همگی با تعنه و تخریب به جناه رقیب تاختند به چند نمونه نگاه می اندازیم. کیهان حسین شریعت مداری به وضوح تمام بسان مار زخم خورده مدافعین لغو تحریم ها را حریف و رقیب خان و در گزارش اصلیش نوشت حال و هوای اردوگاه حریف در آستانه اجرای برجام کیهان در این گزارش اصلی منتشره به نقل از نیویورک تایمز آمریکایی گزارش کرد که مهندسان ایرانی یکی از بزرگترین عملیات امهای هسته‌ای در تاریخ جهان را اجرا می کنند که عملا نیشی داشت به روند تعامل هستئی جمهوری اسلامی با غرب و یا روزنامه وطن امروز نزدیک به مردان احمدی نژاد با زیر سوال بردن هماره این توافق در صفحه آرایی معنادار از آغاز تخریب نیروگاه های هسته ایران نوشت و تنها وعده تعلیق غرب را کرد و تن امروز آمریکا و اروپا را به وعده توخالی تعلیق تحریم ها متهم کرد و گله داشت که چرا اجرای آن را به گزارش آژانس موکول می کنند. و بالاخره روزنامه جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران نیز در این حمله هماهنگ کوس نقد زد و با تنعی تورد نوشت لقوه تحریم ها فعلا روی کاغذ. نکته جالب توجه که عمده این روزنامه های افراطی مخالف در مشه سیاسی خود را از مدافعین فرامین آیت الله علی خامنه ای می خانند. کماکان بیننده برنامه صفحه یک هستید با گزیده هایی از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا. از جمله موضوعاتی که جدال رسانه‌ای برانگیخت حضور اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان در دانشگاه تهران بود گویا پس از اجرایی شدن گام به گام طرح برجام نیروهای موسوم به دلواپسان در حجم ای جدید به مهمانان اعزامی اروپا به تهران میتازند باز روزنامه محافظه کار کیهان در صدر این انتقاد سازماندهی شده نقش میآفرید کیهان با درج تصویری از دانشجویان بسیجی معترض به حضور وزیر خارجه آلمان در دانشگاه تهران به نقل از شبه نظامیان حضور یافته تحت عنوان دانشجو نوشت جنایات شیمیایی آلمان در جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق را فراموش نمی کنیم. و یا روزنامه جوان ارگان رسمی سپاه پاسداران موضوع اصلی صفحه یک را به این ماجرا اختصاص داد و جمع قلیلی را نشان می دهد که پلاکارد هایی در دست دارند و نسبت به حضور وزیر خارجه آلمان اعتراض می کنند همان گونه که می بینید جوان به نقل از این دانشجویان بسیجی و شبه نظامی نوشت آقای اشتاین سردشت را فراموش نمی‌کنیم کنیم. ورق می‌زنیم با روزنامه‌های دیگر و موضوعات برگزیده دیگر در کمپ اصلاح طلبان که تریبون‌های ناچیز و اندک در ساختار نظام دارند از همه فرصت ها تلاش می... تلاش دارند که صدایی بسازند برای ارتباط با شهروندان برای انتخابات پیشروی خبرگان رهبری و مجلس این روزنامه‌ها تا حدودی هماهنگ سعی کردند با برجسته ساختن هاشمی رفسنجانی بخت خیش برای عرصه انتخابات نیز بیازمایند. در این میان روزنامههای طیف تحولخواهان نقش دیپلوماتیک و دیپلوماسی برای هاشمی رفسنجانی قائل شدند و مترتب بودند از جمله روزنامه آرمان نزدیک به تیمی از مردان عملگرای عهد حاشمی ضمن ارائه راهکارهای رفسنجانی برای رابطه با عربستان به نقل از اشتان مایر وزیر خارجه آلمان نوشت که جهان هاشمی را عامل تقویت روابط با ایران میداند و اما روزنامه ابرار نیز مطلب اصلی همراه با عکس را با عناوین رسمی تر به رفسنجانی اختصاص داد و از دیدار وزیر خارجه آلمان با رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام نوشت و میزنیم با روزنامه های دیگر روزنامه اعتماد دو روزنامه اعتماد و ابتکار به لغو تحریم اشاره برجسته ای داشتن ابتکار نیم صفحه اصلی را خبری آراست همان گونه که میبینید تحریم ها به طور رسمی برداشته شد عنوان اصلی این روزنامه بود و اعتماد نیز با واژه تحریم بازی گرافیکی کرد و میبینید که تحریم را فرو ریخته نشان میدهد این روزنامه خبر داد که تا دو ماه دیگر پس از اقدامات توافقات هسته ایران تحریم ها رسمن پایان میابد اعتماد فهرست تحریمهایی را که دستور لغو آنها صادر شده بود نیز منتشر کرد. باراک اوباما حضور پررنگ تری امروز در صفحه نخست روزنامه های امروز داشت. از جمله آرمان این دولت مرد آمریکایی را بر صدر صفحه نشانده که با قلمی بر کاغذ پاره های تحریم عهد احمدی نژاد دستور لغو می دهد. و یا جهان صنعت نیز با تصویری همسان از دستور لغو تحریم های ایران توسط اوباما نوشت و همینطور دنیای اقتصاد که اوباما را به تصویر کشنده که گویا با تردیدی ترد و شکسته شده در پی انتخاب رنگ خودکار و قلم مورد نظر برای خط کشیدن بر تحریم هایی است که سالیانی احمدی نژاد و خامنه ای بر ملت ایران تحمیل کرده بودند همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با روزنامه های دیگر. روزنامه آفتاب یزد مطلب اصلی شماره امروز را به نقد ادبیات خیابانی و لومپانیستیک و حتی کانه های تندروی پاردمان نشین و مادعیان زوب شده در ولایت را اختصاص داد و در گزارشی به عنوان نونوربازی سالهی یا جرزنی بازندگان با شگفتی گلایه کرد که زمانی رسم بود که می گفتن مراکز فرهنگی اشاعه دهنده آداب هستند ولی حالا در ایران در بازار مکاره سیاست کشور که محل چند روزه خیلی هاست رفت و آمد نااهلان و بروبیای کج مداران دشمنجو شده است آفتاب یزد در این نوشتار با ذکر مصادیق بدخلقی ها و بددهنی های غیر متعارف ساکنان کوی سیاست ایران و لایه های افراتی جمهوری اسلامی نوشت که یک نفر در صحن مجلس خطاب به وزیر خارجه میگوید که غلط زیادی کرده و قصه خروس را وسط میکشد آن یکی رو در رو صالحی را تهدید به مرگ میکند و حالا هم در جدیدترین اتفاق یکی در نوشتهش در روزنامه اصولگرا از لفظ نونوربازی و پدر سوخت بازی برای رفتار صالحی در مجلس استفاده کرده است که گلای نگاشتی بود از میزان فضاینده تنخویی ها و درشتگویی های مسئولین نورسته و برکشیده در نظام فقها. و مطلب و موضوعی دیگر که در عمده روزنامه های نزدیک به دولت انتشار گسترده تر یافته بود تازه ترین اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس ایران است که پرونده هسته ای را پرونده رهبری خواند که خود نقش خاصی در آن نداشته است روزنامه ابتکار، روزنامه آرمان، روزنامه اعتماد و همینطور روزنامه میانه روی شرق سریحن از زبان این دولت مرده تا حدودی میان رو و متمایل به تکنوکراسی نوشت که این پرونده پرونده من نیست پرونده رهبری است بر اساس گزارش های منتشر در عمده روزنامه های کشور علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پاسخ به انتقادها از نحوه تصویب طرح اجرای توافق هسته ایران در مجلس گفت که در پرونده هسته ای دخالتی ندارد چون پرونده رهبری است لاریجانی که در نشستی درباره امر به معروف و نهی منکر در تهران با انتقاد یکی از هزار از فرمایشی عمل کردن مجلس در ارتباط با توافق هسته روبرو شد در پاسخ به این انتقاد گفت که طرح اجرای توافق هسته به این دلیل در مجلس مطرح شده که رهبر ایران خواهان بررسی برجام در مجلس شده بود و اگر این اتفاق نمی افتاد بی مسئولیتی و بیخیالی رخ میداد علی لاریجانی که پیشتر خود نیز در زمانی بحث هسته رو رهبری می کرد با اشاره به رعی نیاوردن دو فوریت طرح و جنجل های آن در مجلس گفت که برای رعی دادن به این طرح از قبل توافق شده بود. یک مسئله وفای به عهد است زیرا مسئله امنیت کشور در میان بود. ما قرار بود با وفاق جلو برویم ولی آنها عمل نکردند اشاره لاریجانی گویا به منتقدان و مخالفان توافق هسته ایران است که به روند بررسیان در مجلس و تصویب جزئیات طرح در طی 20 دقیقه بدون صحبت مخالفان و موافقان و در نظر گرفتن گزارش کمیسیونی برجام اعتراض داشتند رئیس مجلس ایران با تاکید بر اینکه این طرح این با کلیت و کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود گفت مطمئن باشید مسائل کلان از قبل بررسی می شود و مربوط به چند دقیقه نیست ادامه می دهیم و ورق می زنیم با دیگر روزنامه ها در سرستون و در ستون سرمقاله ها در برخی از یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسی برجام و توافق هسته‌ای حتی با ملی شدن صنعت نفت در ایران مقایسه شد از جمله روزنامه قانون به قلم ابراهیم اسقرزاده، یکی از سیاسیون مقیم ایران نوشت که آغاز پسا توافق در ایران اثری کمتر از ملی شدن صنعت نفت در منطقه خاورمیانه نخواهد گذاشت از منظر وی بعد از این توافق به جهان و به ویژه کشورهای منطقه ثابت شد که گفتگو تفاهم و درک منافع است که می تواند جلوتر از مواضع سرسختانه و نیروهای نظامی قرار بگیرد از منظر این نویسنده ثابت شد که در خاور ای که خونین ترین منطقه جهان است می توان به گفتگو نشست و مذاکره کرد و ثابت شد که این جواب می دهد که گویایشون تأکید گسترده داشت بر موضوع اعتماد سازی با کشورهای مختلف جهان پس از توافق این رو نشانی از گشایش روابط با دنیای غرب خواست و خان این گروگانگیر پیشین سفارت آمریکا که دیریست در کنشی تحول خواهانه خواستار بهبود روابط با آمریکاست و ابراز خوشبینی از احتمال گشایش در دیپلماسی خارجی ایران با جهان معتقد بود که مبنای روز گزارش انتقال تصمیم گیری از گروه پنج به علاوه یک و کشورهای تحریم کننده به آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راست آزمایی خواهد بود اما کدام راستی آزمایی است که تبدیل به اعتماد سازی نشود در این مدت 90 روزه همیشه صحبت از راستی آزمایی بوده اما از امروز به سمت اعتماد سازی در مقابل دنیا پیش می رویم. و در وقت باقی مانده تک خبری می خوانیم که روزنامه های امروز علا رقم اهمیت موضوع به تناسب لازم به آن نپرداختند، گویا موضوع امنیتی شده هرچند خبرگزاری ها به انتشار آن پرداختند. ماجرای تیراندازی به هیئت ازاداری در دستفول در این رابطه دادستان دسپول در تازهترین ترین اظهار موضع گفت که گزارش پلیس حاکی از امنیتی بودن حادثه تیراندازی به ازاداران در صفی آباد دسپول بوده و موضوع فاقد هر گونه انگیزه و جنبه فردی و طایفه است. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری خوزستان احمد قهرمانی که در مجلس سوگواری کشته شدگان به تعبیری حضور یافته بود اظهار کرد که بر اساس گزارش مقام های امنیتی و کلانتری و پلیس آگاهی در ساعت 22 و 15 دقیقه جمعه شب یک دستگاه پژو پارس نقره ای رنگ با پلاک نامشخص حامل سه نفر ناشناس با سر و صورت پوشیده و افرادی که در کنار یکی از هیئت های عزاداری ایستاده بودند هجوم آورده و با شلیک گلوله اسلحه کلاشینکوف باعث قتل دو نفر به هویت بهمن رضایی و حسن کریمی یگانه و جراحت دو نفر دیگر شدند و با این خبر و مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز ایران فردا به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایکتان خدا خداحافظی می کنم تا آنگاه و گزارش های تکمیلی از آخرین خبرهای دریافتی از ایران منطقه و جهان در آن سوی خبر شامگاه خوش بدرود